پاکستان با هشداری جدی به طالبان خواستار مهار فعالیت‌های تروریستی گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان شد و اعلام کرد که در صورت ادامه حملات فرامرزی اسلام‌آباد اقدامات علیه این گروه‌ها در خاک افغانستان انجام خواهد داد. همکارم در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می‌بینیم. دولت پاکستان در واکنش به تداوم حملات تروریستی از خاک افغانستان به طالبان هشدار جدی داده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، رهبران طالبان تاکید کردند که خاک افغانستان نباید برای گروه‌های تروریستی مانند گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان، القاعده یا داعش به منظور حمله به کشورهای همسایه از جمله پاکستان استفاده شود. با این حال حملات متعدد تروریستی در مناطق مرزی پاکستان به ویژه در استانهای بلوچستان و خیبر پختونخوا بیانگر نفوذ عناصر TTP از خاک افغانستان است. نیروهای امنیتی پاکستان و آژانس اطلاعاتی ISI تاکنون موفق شدند که بخش عمده‌ای از شبکه‌های تروریستی مورد حمایت خارجی را متلاشی کنند و در نتیجه این اقدامات تا حد زیادی صلح و ثبات به مناطق بحرانی از جمله بلوچستان، کراچی و خیبر پختونخوا بازگردانده شده است. با این حال حملات تروریستی همچنان در این مناطق ادامه دارد و به ویژه پروژه‌های راهبردی اقتصادی مانند کریدور اقتصادی چین و پاکستان را هدف قرار می‌دهند. پاکستان به دولت طالبان هشدار داده است که اگر اقدامات مؤثری برای متوقف کردن TTP از انجام حملات فرامرزی صورت نگیرد، اسلام‌آباد اقداماتی را علیه این گروه‌ها در خاک افغانستان انجام خواهد داد. همچنین تمامی حامیان و همدستان تروریست‌ها نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این هشدار در پی حملات مکرر تروریستی به نظامیان و غیر نظامیان پاکستانی از جمله انفجارهای انتحاری در مناطق مرزی و حمله به مسجد پلیس پیشاور صورت گرفته است. پاکستان تأکید کرده است که حسن نیت این کشور نباید به عنوان ضعف تلقی شود و از طالبان خواسته تا اقدامات عملی برای مهار گروه‌های تروریستی انجام دهد. از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آیه افضل رضا سلام و عرض ادب. آیه افضل رضا، با توجه به هشدار شدید پاکستان به طالبان مبنی بر پایان دادن به حمایت از تروریسم فرامرزی، به نظر شما آیا طالبان توانایی و اراده کافی برای مهار تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از حملات تروریستی با پاکستان را داره و یا خود هم دست این گروه است؟ بفرمایید. بنده نظر عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و بینندگان محترم این بخش برنامه. ببینید، با توجه به ایدئولوژی که نزدیک تحریک طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان به نظر نمیرسه حاکمان موقت به اصطلاح دولت موقت در افغانستان بخوان کاری از پیش ببرن. این هشدار جدی پاکستان در کنار همان مواضع تکراری دولت اسلام‌آباد در هشدار به دولت کابل و اینکه اونا رو به اونا اخطار دادن نسبت پیامدهای عدم همکاری، اینجوری دیده میشه که حتی همین امروز صبح نیست ارتش پاکستان خبر از دفع نفوذ عناصر تروریستی طالبان پاکستان به خاک خودشون رو دادن. مواضع جدید دولت پاکستان میشه گفت که اینطور قلمداد میکنه در کنار تنش‌ها، در کنار مواضع سختگیرانه دولت پاکستان، اسلام‌آباد همچنان چشم به امید همکاری و تعامل با طالبان افغانستان دوخته، هرچند که به نظر میرسه طالبان افغانستان در کنار فشارهایی که از سوی اسلام‌آباد داره میبینه بازم
مدعی تلاش برای میانجیگری بین دولت اسلامی و طالبان پاکستانی هستش. هرچند رهبری نظامی فعلی پاکستان هیچ تمایلی به مذاکره ندارن، کما اینکه نماینده سابق ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان نیست که در تلاش برای متقاعد کردن حاکمیت و نظام این کشور برای تعامل با طالبان افغانستان بودم نیست، به خاطر این مواضع مختلف از کار خودش برکنار میشه. به نظر میشه روزهای سختری در انتظار نیروهای امنیتی پاکستان هستش در مقابل با طالبان پاکستانی در مرزهای مشترکش با افغانستان. بله، با تشکر از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.